شده دخترم؟ پرسیدم چی شده؟ بابا جونم بابا چی شده؟ ندید بابا ندید. آروم باش. دکترش که خیلی مطمئن بود. الان کجاست؟ همه را از اتاقش بیرون کرده. آروم باش. پشو دخترم بریم بالا. اکبر و دنیل نمیدن؟ نه نمیتونم بابا. بلنشو نمیتونم تحمل کنم. این بره. شما برین من برمیگم. میدونی بعضی وقتا به خودم میگم ای کاش شغل دیگه ای رو انتخاب کرده بودم، یا لاقل تو دانشکده ها چند واحد معجزه میذاشتم. از نظر تخصصی فکر میکنم که هیچی رو کم نذاشتم و قاعدتا میبازی جواب میگرفتم، ولی واقعا نمیفهمم و حق میدم. هر چی دلت میخواد بگو، هر فوشی دوست داری بگو. نه من هیچ کدوم از حرفایی رو که گفتی رو نمیخواستم بگم. من فقط آمده بودم تشکر کنم، همین. حالتون میفهمم، از همه زحماتت من نمیخوام هیچکی اینجا باشه. آقای دنیل، پس تحقق رویاهای شما چی شد؟ من که داشتم زندگی آروم خودم رو ادامه میدادم، چرا؟ من در مسیر اراده خداوند قرار گرفتم. میدونم اراده خداوند اینه، ولی خیلی سخته. شما هیچ کدومتون نمیتونین بفهمین من چی میگم. زهره کجاست؟ پدر،
اون همه دعاهایی که کردی چی شد؟ این زوره کو؟ زوره، مگه تو نمیگفتی بابات هر شب یه دیگ برای خوب شدن چشای من نصب کرده بود؟ پس کو اون خدایی که منو تا لبی پرتگاه امتحانش میبره و برمیگردونه؟ شما اومدین حاج رضا؟ من خیلی منتظر شدم تا شما بیان، ولی برین، نمیخوام هیچ کس اینجا بمونه. شما پدرم خیلی امیدوارم کردین، ولی کون همه امید؟ چرا خدای شما به من کمک نکرد؟ مگه من چی کار کرده بودم؟ من فقط برای نشون دادن مظلومیت یه دادم رفته بودم بیروت، همین. یعنی تاوان کار من اینقدر سنگین بود؟ پس چرا منو با خودش نبرد؟ پس چرا منو نبرد؟ آخ چقدر دلم میخواست الان پیش فاطمه بودم، چقدر دلم میخواست الان پیش فاطمه بودم. اون خاله ژنی بیچاره من چه گناهی کرده بود ها؟ که باید یه عم نگران آینده دختر کوری خواهرش باشه. شما با این کارتون خدای من از من دور کردین. خدا من توی آب افتادم، کیه که بتونه من از توی آب درم بیاره؟ پدر، پدر، یادتونه با هم صحبت میکردیم؟ پتروس به آب نگاه کرد و در آب فرو رفت. من که تمام مدت نگاهم به آسمون بود. حاج رضا، حاج رضا، شما هم به پدرم میگفتیم. یادتونه قصه ای اون معلم رو گفتیم؟ اگه اسم خدا رو بیاری از آب رد میشی. من صداش کردم، من اسمش رو صدا زدم، ولی چرا نتونستم از روی آب رد شم؟ حاج رضا، معلم شما هم دروغ میگفت نه؟ دروغ میگفت، دروغ میگفت. یکی جواب ساره منو بده. خواهش میکنم یکی جواب منو بده. جایی زدی من آنه دیگه میکنم. شما حالتون خوب نیست؟ نه کشم، میخوام تنها باشم. آجاقا من نمیزنم شما تنها بریم. نه، بهتر یک تنها باشم. تو فقط مراقب دنیل و زهره باش، من رو بیاخنه. هر شما خوام آجاقا، تو رو خودم آوازه خودتون باشی. حتما. ولی آجاقا کاش میذاشون امرتون بیام.
سپهدار نیامد، سپهدار نیامد، صفای حرم صفای حرم میر و علم بار نیامد، صفای حرم میر و علم بار نیامد، سپهدار اینجا اذیت میشید. تو اتاقا تق تص بفرمایید اونجا استراحت کنید. ممنونم جونم. همینجا راحته. خیلی ممنون. شما بفرمایید. این چیه هی میگی فاطمه؟ دعاست. واسه کی داری دعا میکنی؟ خودت؟ بچت؟ یا چشای من؟ واسه تو، واسه خودم، واسه هر کی درد داره. برای من دعا نکن. من چشام دیگه هیچ وقت نمیبینم. نه، یه چیزی به هم میگه تو یه روزی، یه جایی چشات گم شده ای منو میبینی. اگه دیدمش چی کار کنم؟ اینا رو بهش بده. این انگشتره؟ آره، اینم یه قرآنه. اینا مال پدرشه، باید پیش اون باشه. از تو چی؟ از مادرش چی داشته باشه؟ اینو بهش بده. این چیه؟ روسری، روسری خودم. اما من دو جیب و مستر ازا دعا و یک شفصو. اما من دو جیب و مستر ازا دعا و یک شفصو. اما من دو جیب و مستر ازا دعا و یک شفصو. سپهدار نیامد، سپهدار نیامد، سپهدار حرم، سپهدار حرم، میر علم‌دار نیامد.
صفای حرم بیر و علم دار نیامم. منو میشناسی؟ آره خوبم میشناسی. منم رضا. امشب زیر این بارون توی این شب عزیز های این سجاده میخوام قبولم کنی. همین میخوام بیام به درگاهت. میشنوی؟ میخوام بیام به درگاهت. هنگه بیا تو یه معلم برای بندت فرستادی. من در تمام مدت عمرم سعی کردم بهترین شاگرد باشم براش. رضای تو هیچ وقت هیچی برای خودش نخواسته. هیچ وقت هر چی بوده خودت دادی. شرف بوده خودت دادی. غیرت بوده خودت دادی. بندگی بوده خودت دادی. ای غرور رضا به بندگیت تابوت. شکستی. تو غرور رضا رو شکستی. من مگه چی خواستم ازت؟ دو تا چشم. صفای حرم میر و علم دار نیامم. سپه دار نیامم. سپه دار نیامم. صفای حرم. بیا این دو تا چشمه منو بگیر. من چشایی که پیش تو عشقش حرمت نداره رو نمیخوام. کجا میری؟ یه لحظه کارت دارم. مولا صاحب خدا. صدای کیه؟ صدای آقا جونمه. رضا راضیه به رضای تو. چون اینجا به بقیه بگی که بیام. من که اگه آقا جون بفرمو من به بقیه گفتن ناراحت میشه. از وقتی که بچه بودم میشستم میگفتم یا حسین. بلند میشدم میگفتم یا حسین. راه میرفتم میگفتم یا حسین. بچه که بودم یه علف بچه در گوشم خوندن حسین 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 حسین. رضا قول داد. غلط کرد ولی قول داد. از طرف تو قول داد. از طرف تو کریم. تو خالق. تو خدا. غلط کردم ولی آبرومون نریز. لااقل آبروی اونایی رو که تو حسینیت نشستن به عشق حسین دارن سینه میزنن آبروی اونا رو نریز. ببرم اسم اونایی رو که اگر اسمشون رو ببرم عرشت بلرزه. ببرم اسم محمد و ببرم اسم حسین و ببرم اسم حسین و
چیز زیادی ازت نخواستم. این همه آدمو ناامید نکن. کم گفتم امن یجیب المستر ازاد و یک شب سود. کم گفتم. بازم میگم من یه بازم تو خود صبح میگم من یه جیبول با سر ازاد و آ و یک شف و صبح بازم میگم اما این دختر رو دریا چی شده خاله؟ من میبینم. خاله من دارم میبینم. چی؟ ببین یه همون شوری که مامانم برات گفت. Thank you.
پدرت تلفن کنم خاله؟ خاله، خاله دعا کن که اشتباه نکرده باشم. چی رو خاله؟ خاله تو فقط دعا کن. حدسم درست بود. دانیل گم شده ای فاطمه است. خدایا شکرت. خدا را شکر، خدا را شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. من بابت دیشب واقعا ازتون معذرت میخوام. نه عزیزم، تو شک داشتی. شک حق تو بود. بعضی وقتا شک نزدیکترین راه رسیدن به ایمانه، ولی خواهش نزم معلم هیچ وقت دروغ نمیگه. نه؟ هیچ وقت، هیچ وقت. آنی چی؟ من؟ بله، تو از اولم همه چی رو میدونستی ولی هیچی نگفتی. مگه نه خاله جنی؟ یادتونه اون روز تو اتاق این عکس و روزنامه دستش بود ولی تا ما رو دید قایم کرد. زهره جان دروغ نگفت آنا، گفت اول باید خودم ببینم بعد میگم. حالام گفت. ماشالله چقدر بچه نازی بوده. خدا لعنتش کنه اون هرمله رو. اسمش چی بود؟ غلام، ولی بهش میگفتن قلومی. چطور دلش اومد؟ خدا هزار مرتبه شکر که همه تون سعی و سالمه. شما هم ناراحت نباشین. من ناراحت نیستم، خوشحالم. نه به خاطر اینکه پدر و مادر خودم رو دوباره از دست دادم. من همیشه از گذشته خودم ناراحت بودم، چون فکر میکردم پدر و مادرم به خاطر فقر منو فروختن. ولی امروز واقعیت رو فهمیدم. ضمن اینکه الان اینجا هم یک خانواده جدید دارم. حاج رضا وقتی که به حمایت احتیاج داشتم برای من مثل پدر بود. شما مثل مادر به من محبت کردید. آقای اکبر همیشه همراه من بود، برادر من بود. خیلی متشکرم آقای امرولایی، خیلی به من کمک کردی. خواهش میکنم، وظیفه‌مو انجام دادم. به خانم آنا از شما خیلی متشکرم که حرف منو پذیرفتید. خدا رو به خاطر وجود همتون شکر میکنم. و ای کاش که اکرم میرزایی رو از دست نمیدید. متاسفم. آقای دانیل، اینا متعلق به شماست. اینا یادگاریای مادرتونه که من سالها با دقت ازشون نگهداری کردم. امیدوارم امانتدار خوبی بوده باشم. متشکرم. میشه ببینم؟ خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همیشه سعی از ماست رسیدن با اون. دانیل جان تو این مدت تلاش و
سعی زیبایی داشتی. شما ها چرا اینجا وایسادین؟ آخه حاجی آخه نداره، من حالم خیلی هم خوبه. برین برین از یه همچین روزی استفاده کنید. چشم شما رو بیانید. نه من فلان هستم. چی شد؟ هیچی. خب شما چرا بایستدی عزیزم؟ آخا جون تنهایی برم؟ نه دستتو میذاری تو دست عمو اکبر با همه بیج. ماما شما بیا بریم دیگه. شما هم دستتو میذاری تو دست بابک با همه. سید خدا حفظت کنه، خدا حفظت کنه. پاییز آجابا منتظرت باشی؟ خدا شما رو از پدری کم نکنه. خیلی ممنونم از شما. خب اجازه میفرمایید. خیلی خیلی محبت کردین، لطف کردین. معید باشین ان شاء الله. التماس دعا. خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. همیشه سلامت باشین. خیلی ممنون. خدا زحمت کشید. خدا نگهدارتون باشه. شما هم برو شلا که شما همیشه زنده باشی. خدا سایه مادری دیگه. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدای شکرت. دون پایینه میخوای بیا اینجا بلند شد بلند شد کمکت کنه. خیلی ممنون. Shake me,
سلام. علیکم السلام. سلام آجابا. علیک السلام. منتظرت بودم. خدا بد نده. خدا هیچ وقت بد نمیده. اگه اجازه بدین اومدیم خدمتتون برای دست بوس. آقای فتایی هستم. خوش آمده هستم. Let's go.